سلام. این تنها سلام من نه بلکه سلام همه لیدرهای جوان کشورم هست که به شما تقدیم میکنم. کودکیم با دنیایی از کنجکاوی بود. دنیایی پر از چرا، چطور و چگونه. شروع اشتیاق زیادی داشتم برای اینکه بدانم جهان چگونه کار میکند. دیدن مستندهای راجع به تکنولوژی یکی از بزرگترین سرگرمیهایم بود. هر شب با کتابی که در زیر بالشتم بود به خواب می رفتم. کیف مکتبم همیشه سنگین از کتاب بود تا جایی که مادرم می گفت داخل کیفت سنگ گذاشته یا کتاب. 6 ساله بودم که برای اولین بار فیلم ربات ها را دیدم و آنجا بود که به تکنولوژی علاقه‌مند شدم و کسی نتوانست به سوالم پاسخ دهد. پس از مدتی قوه تخیلم رشد کرد و به رویا مبدل شد. میخواستم مکتب بروم و تا آنجا که ممکن است درس بخوانم تا روزی رباتای خودم را بسازم. اما به خطرهای رویا پردازی در کشورم آگاه نبودم. در سرزمین من دختر نباید کنجکاو بلکه باید خجالتی و آرام باشد، چرا که کنجکاوی یک نوع جرم محسوب می شود. مادرم برایم داستان‌های دوران سیاه طالبان را بازگو می‌کرد. آنان زنان را در خانه نگه می‌داشتند چرا که راحت‌تر کنترلشان کنند. طالبان اصرار داشتند تا حرف‌های ملاها به عنوان یک حقیقت محض بدون دلیل و برهان پذیرفته شود و از این طریق قوه تخیل، معرفت و آگاهی انسان را نابود می‌کردند و جایی برای ابتکار و علم باقی نمی‌گذاشتند. آنها همه اینها را تحت نام اسلام و شریعت اسلامی انجام می‌دادند، در حالی که سراسر اسلام و قرآن انسان را به کنجکاوی و علم تشویق می‌کند. افغانستان مکانی است که در آن رخشانه‌ها سنگسار می‌شوند، فرخنده‌ها سوزانده می‌شوند، بینی‌ها و گوش‌ها بریده می‌شوند، ولی هنوز هم روزنه امید وجود دارد، چرا که 37% از دختران به مکتب می روند. اکنون فقر اقتصادی، کمبود امنیت، کمبود آموزگار و عدم وجود فرصت و حتی حضور مداوم طالبان در بخشهایی از کشور باعث شده تا میلیون ها دختر و کودک از دسترسی به علم محروم بمانند و آنگاه که فرصت رفتن را دارند تعصبات سد راهشان می شود. من و تیمم از آغاز کار تیمی با مشکلات زیادی مواجه شدیم. نام تیم ما رویا پردازان افغان است که در نهاد دیجیتال سیتیزن فاند و توسط استادمان آقای علیرضا مهربان شروع به کار کردیم. بسیاری از خویشاوندان من علاقه‌ام را به علم نمی‌دانستند و از من حمایت نمی‌کردند، به خصوص که مکانیک رشته است که اغلب در آن مردها فعالیت دارند. پدرم تنها حامی و پشتیبانم بود. او کسی بود که مرا در جلسات و دیدارها همراهی می‌کرد. آنگاه که فرصت رفتن به مسابقات را یافتیم، بسیاری از دختران عضو تیم نتوانستند در آن رقابت‌ها شرکت کنند، چرا که فامیلشان متعصب بودند و با آنها اجازه شرکت در مسابقات را نمی‌دادند و مانع حضورشان در جلسات می‌شدند. یکی از مشکلاتمان ندادن ویزا بود که بالاخره با دخالت رئیس جمهور آمریکا توانستیم آن را دریافت کنیم. عدم سکوت ما باعث شد تا داستان ما به گوش میلیون ها بیننده و شبکه‌های اجتماعی برسد و زمانی که پتیشن ما توسط 53 کنگرسمن آمریکایی امضا شد، داستان شجاعت ما برای همیشه در تاریخ کنگرس آمریکا ثبت شد. سرانجام پیروز شدیم و با مدال نقره شجاعت به کشور خود برگشتیم. این مدال حاوی پیام بود برای همه کسانی که به ما به دیده تردید می نگریستن. ما ثابت کردیم که اگر کوچکترین فرصتی در اختیار زنان و دختران افغان قرار بگیرد، آنها می توانند استعدادهای خیش را به نمایش بگذارند و پرچم کشورشان را در سطح جهانی به اهتزاز در بیاورند. یک هفته پس از بازگشتمان داعش پدرم را از من گرفت.
آخرین بار او را وقتی دیدم که میخواستم مسجد برود. من خواب بودم که با صدای وحشتناک بمب از خواب بیدار شدم. مادرم نمازش تمام شده بود. به سرعت همراه چادر نمازش از خانه بیرون رفت. خواهر کوچکم بیوقفه گریه میکرد و من سعی داشتم با پدرم تماس بگیرم، اما این اولین باری بود که پدرم گوشیش را جواب نمیداد. نمیخواستم قبول کنم پدرم دیگر خانه نمیآید تا صدای چرخش کلیدش را داخل قفل دروازه خانه بشنوم. من همیشه به این باورم که در زندگی هر کودکی یک قهرمان وجود دارد. قهرمان زندگی من پدرم بود. چندین ماه از رفتنش می‌گذرد، ولی من هنوز هم باور ندارم، اما باور دارم که همیشه انسان‌های خوب زودتر می‌روند. ضربه دیگر این بود که همسایه‌های من فکر می‌کردند من مسبب این اتفاق هستم و شاید اگر در تیم روباتیک نمی‌بودم این اتفاق نمی‌افتاد. همه چیز در کودکان با تصور کردن آغاز می شود. بعد از مدتی بزرگ شده و به رویا مبدل می شود. وقتی رویا شد در واقعیت می خواهند آن را به دست بیاورند. کودکانی که متعلق به سرزمین های جنگ هستند چیزی جز سیاهی تیر و سرخی خون نمی توانند پیدا کنند و نمی توانند جز صدای تیر و تفنگ صدای دلنشین پرنده ها را بشنوند. آن را درک می کنند که شرایط کشورشان باعث شده تا آنان فقط دو رنگ را از یک بسته قلم نقاشی داشته باشند، نه بیشتر. مجبور هستند تا قبول کنند گاهی رویایشان فقط یک رویا باقی میماند و نمیتوانند آن را به واقعیت مبدل سازند. زمانی که پدری مانع مکتب رفتن دختر کوچکش شد، دخترش با صدای لرزان و چشمانی پر اشک گفت: من دکتر نخواهم شد، اما تو روزی مریض میشوی. اکثر نسل گذشته ای افغان به تعصباتی که طالبان با آنها آموختن وفادارند، اما نسل و دوران من متفاوت است. اکنون 50% از جامعه من را جوانان تشکیل می دهد. رهبری باید دست نسل جوان باشد، نسلی که تکنولوژی را صلاحی در مقابل جنگ می داند، نه نسلی که دشمنان افغانستان را برادر خطاب می کند. ما فرزندان جنگ هستیم، کسانی هستیم که در جنگ زاده شدیم، اما ثابت کردیم که هنوز هم روزنه امید وجود دارد و این امید است که امروز من و فردای شما را می سازد. من و دوستانم کسانی هستیم که اولین بذر تکنولوژی را در کشورم کاشتیم و امروز است که نتیجه کشت آن بذر را می‌بینیم. طبق ملاقاتی که اخیراً با رئیس جمهور کشورم داشتیم، توانستیم پلان ساخت اولین مکتب استیم را با ایشان در میان بگذاریم. هنوز هم برای من غیر قابل باور است که رئیس جمهور نه تنها پلان ساخت یک مکتب، بلکه 5 تایش را مورد تایید قرار داده است. امروز ما کسانی هستیم که یک انقلاب تکنولوژی را در تاریخ کشورم برپا می کنیم. حتی با اینکه موانع زیادی بر کشت این بذر حیاتی وجود داشت، اما ما با ایستادگی و مقاومت قاطع تر از هر وقت دیگری هستیم و ثابت نمودیم که کوچکترین فرصت نیز می تواند تبدیل به بزرگترین واقعه تاریخ گردد. خوشحالیم که بالاخره توانستیم اهمیت این بذر را برای همه مردم کشورم ثابت کنیم و نشان دهیم که امروز قلم در دست نسل جوان است، نسلی که دنیا را به گونه یه تکنولوژی می نگرد. در هزاران سال پیش از امروز ما دانشمندانی چون ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا بلخی را داشتیم که فراتر از دوره خیش بودند. آنها بودند که تاریخ علم را تحت تاثیر قرار دادند. اکنون نوبت ماست تا صفحات جدید تاریخ را در عوض جنگ با علم و تکنولوژی رقم زنیم. کودکان کشورم دیگر نمیخواهند صدای تیر و تفنگ را بشنوند. ما دیگر نمیخواهیم نظاره‌گر باشیم. میخواهیم خودمان وارد عمل شویم. ما باید سازنده باشیم.
دیگر نمیخواهیم ترس قطع شدن روابط و واردات خارجی را داشته باشیم. میخواهیم تولید کنیم و صادر کننده باشیم. همیشه به یاد داشته باشید که من و تو در کنار هم ما میشویم. دوست دارم تصورتان را از تابلو نقاشی کشورم تغییر دهم. من و دوستانم از خطرات زیر آب آگاه هستیم، بله، و ما میدانیم کوسه های زیادی در کمین ما هستند، اما از وجود مروارید های اعماق دریا نیز آگاهی داریم و با شنا در زیر آب میخواهیم آنها را به دست بیاوریم. و در آخر میخواهم بگویم من همیشه به این عقیده هستم که ما نمیتوانیم آینده را پیش بینی کنیم، اما میتوانیم خودمان را بسازیم تا آینده بهتری داشته باشیم. Thank you.